یوگاز چطورید بچه ها؟ من امیرضا هستم و اینجا کانال امید ایکسر. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با پارت چهارم کریر نجات چلسی که واقعا هم داریم نجاتش میدیم. الان دوم جدول بودیم توی پریمیر لیگ. ببین الان ما اسکوادمون رو ببینیم، یک دفاع وسط میخواییم، واقعا یک دفاع وسط میخواییم و دیگه همین یه دفاع وسط می‌خوایم. واقعا برای نیم فصل دوم هیچ خرید خاصی نداریم. ببینین باید بریم یه بازیکنمون رو تاق بزنیم. نمی‌دونم میدونید یا نه، میتونیم ما بازیکن‌ها رو با هم عوض کنیم و الان من می‌خوام آکانجی رو بخرم، میرم سراغش. داش بیا همون. آره قبول کن، لتس گو. ببین اون الویه واقعا زیاد خوب نبود، حالا فصل بعد ما الویای بهتر می‌خریم. حالا آکانجی رو داشته باشیم برای دفاع وسط، که دفاع وسطمون هم بره بالا دیگه، اوورالش دیگه، چون تییاگو سیلوا فکر کنم همین یک فصل بتونه با ما باشه، چون خیلی سالشه و اصلا اوورالش خوب نیست دیگه. الان دیگه اوورالش فکر کنم میره زیر 80. خب این از آکانجی، خرید نیم فصل، وارد باشگاه چلسی میشه. از من سیتی به دو تا یه بازیکن دادیم با 12 خورده میلیون پول، که نمره بی رو داد دیگه، خوب خریدیمش فکر کنم. خودش اومد، آکانجی اومد اینجا، ما میذاریم به جای تییاگو سیلوا 83، و واقعا دفاع وسط خوبی هم هست، 83 خوبه دیگه، چرا بد باشه. سراغ بازی با برایتون که این بازی رو باید بزنیم جلو. ما کانتر اتکیم، اونا پاسای بلند، یعنی پاسای بلند حمله میکنن، که زدیم جلو و بردیم. اف ای کاپ هم ما میبریم. مارکو آسنسیو، جیمز و مارکو آسنسیو. مارکو آسنسیو داره یخش آب میشه. ببین یخش آب بشه یعنی همه چیزش آب میشه. چی دارم میگم؟ ما رو پریمیر لیگ شو یا بلیت لیگ قهرمانان رو بگیریم دیگه. اصلا برای همین اومدیم با فولان بازی بکنیم، که یک بازی سخت، که این بازی رو هم میزنیم جلو و یک یک کردیم. اون اولیم آرسنال چی شد؟ آرسنال چی شد؟ وضعش خراب شد آرسنال رو. 2-1 برده. چرا؟ او اگه میبردیم ولی اختلاف می، ما خیلی راحت میتونیم اختلاف داشته باشیم. الان اول جدولیم و میریم به سوی بازی لیورپول، که بازی رفته تو داش نرو. ما آر بی میخوایم. خب بریم سراغ گیم پلی بازی لیورپول چلسی، که او اف ای کاپ قرعه کشیش انجام شد، بازی لیورپول فکر کنم افتاد عقب‌تر. اتسام که اف ای کاپ، برناردو سیلوا رفت رئال مادرید، و یکی این بازی ببریم میریم یه راند دیگه جلو دیگه. همه تیم آماده است، لتس گو. رفتیم بالا، وتسام رو بردیم که آرسنال رو 3-0 زده بود. ببین یه تقویم رو من نگاه کنم، الان تنها بازی مهم بعدیم او دو تا گیم پلی داریم و بازی تاتنهام رو بزنیم جلو دیگه. ببین اینجا یه گیم پلی داریم، ما این ماهو بریم، یک آرسنال هم باز بازی داریم. خیلی اصلا بازی ماهای سخت پشت سر هم داره میاد، که الان بازی با لیورپول رسیدیم، که این بازی رو بریم بازی کنیم دیگه. لتس گو پلی مچ. او فندایک، رابرتسون، صلاح، بازی رو شروع با بکنه. اولین حمله نزدیک گل رو بخوریم. با نه، اوه چه گلی زد، چه گلی زد، چقدر قشنگ. رحیم سلینگ میرسه، از همون بر میرسه که بزن. آه بابا چرا ما هم آقا حمله میکنیم این میزنه. آسنسیو باشه، من علاقه دارم به این که گالاگر رو بیاریم تو، این رو میاریم تو، یک بازیکن فرستریه واقعا، کارش انجام کنه. نمیدونم وا چی شد، پشمان چقدر باحال نشون میده آفسایدو. انکونکو میزنه توی دروازه، انکونکو استاد گلزنی امسال، ستاره چلسی. چیک یک میشه بازی در 61. مادریچ فندایک رد میکنه به راحتی، هرچه تمام، یه پاس میده تمام تمام.
دبل انکونکو تو چند دقیقه بشماری تو چند دقیقه دبل کرد. ما یه دونه هم نداشتی. یک دقیقه بزن سوتو تمام. برده چلسی 2-1 لیورپول شکست میده چلسی و اینجا منسیتی دوباره باخته. منسیتی واقعا خیلی خرابه بعدش و رسیدیم به اینجا که بعد تایمر رو بزنیم و دیگه تیمم آماده است و اولیم با تفاضل گل 18 گل ما زدیم، اونا 12 گل تفاضل گل دارن و چقدر حساس بازی ها. از الان دیگه بازی ها واقعا حساس میره جلو و استرسی میره. رسیدیم به بازی وولورهمپتون که این بازی رو ما بزنیم جلو. کویکسیم میزنم که میبریم. استرلینگ و مارکو اسنسیو خودشونو واقعا نشون دادن به ما، واقعا نشون دادن. شیه نبازیم، واقعا نبازیم. کویکسیم میکنم، کویکسیم که 2-1 زدیم. چلسی واقعا داره چی کار میکنه؟ یکی به من تو کامنت ها بگه، من نمیدونم. انکونکو دوتا گل زد، دوباره انکونکو. بابا انکونکو تو چقدر نگاه میدونست. اولین با 52 امتیاز و رسیدیم بازی با من سیتی که این بازی رو باید گیم پلی بریم دیگه، برای میزنیم جلو دیگه. پلی مچ، میریم سراغ بازی من سیتی چلسی. خب پپ گواردیولا رو داره میگه، داره میگه اینطوری نرو اونطوری برو. پپ گواردیولا داره میگه انکونکو وشکای اتحاد توی وشکای خود سیتی این دست بازن واقعا بازیکن خوبیه. چه پاسی داد واقعا، هیچ حرفی نذاش برای گفتن دیبروینه با این پاسش. به به مارتینز، وو چقدر قشنگ میشد گلش. مودریک بیاد دیگه، میتونه بازی کنه و مودریک بیاد. کوچ وای همونو یه شوت مسخره میزنه ولی انکونکو نیمه اول یکیش به نفع اونو تموم میشه با موقعیت های زیاد ما. بعدم میاد چی در آورد اصلا این باختی من اشکال نداره، تو چی در آوردی انکونکو؟ بابا زدش تمام شد دیگه، ول کن. یکیچ باختی من چلسی. پپ گواردیولا داره میبینه که انقدر خوشحال و ذوق زده است. میتونستیم ببریم. و دوم شدیم دیگه. بله خب خوبه آرسنال نبرده، مساوی کرده فکر کنم. خب بازی با تاتنهام، ببین الان این بازی رو میزنم جلو. من نمیدونم میبازیم میبریم چی کار میکنیم، باید ببریم دیگه. کویکسیم کردم و بردیم، باورم نمیشه بردیم. کوواچیچ و انزو فرناندز گل زده، اصلا بردی. خب رسیدیم به بازی نیوکاسل، این بازی رو هم بزنیم، این بازی رو هم بزنیم جلو که پرس بازی میکنن نا که ببریم دیگه، ببریم. آه باختیم. برنتفورد که خیلی 40 امتیاز داره، واقعا یکی از تیمای قویه. خود دید کنار بیار که 2-2 شد. جیمز و انکونکو یه گول زده، آفساید شده. وای وای. و هنوز هم اختلاف 3 تاست.
پروپیمون شد و میدونم خیلی لذت برید تا اینجا رو دیدید. من با پارت 4م کریر نجات چلسی و امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. خوشتون اومده ساب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید، لایک بزنید. لایک خیلی مهمه، من خیلی انرژی میده و خیلی کمک میکنه به کانال من. لایک کردن شما خیلی تاثیر. اگه دارید ویدیو رو نام کنید لایک کن عزیز دل. ناموسن لایک کن. پس تا یه ویدیو دیگه و پارت 5م کریر نجات بدرود.